برگزاری سومین نمایشگاه صنایع دستی بانوان و هنرمند بلوچ در تهران. متصدی این کار گروه خیرین تیامینی و دستان بود که با آنها مصاحبه کوتاهی داشتیم. سلام جناب خواص عزیز، لطفاً به ما بگید که محوریت این نمایشگاه چی هست و هنرمندانتون اکثرا اهل کجا هستن؟ خدمت شما بگم که نمایشگاه ارائه صنایع دستی با محوریت تپه‌زنی و سوزن‌زنی دختران و زنان بلوچستانه، از منطقه ایرانشهر، بنپور، راسک، مهرستان، سرباز، خدمت شما بگم نیکشهر، سرابان هم این سری متقاضی داشتیم که آماده نشدن، یعنی خودشون کارشون آماده نشد که بیان در بزمان و دلگان. خیلی ممنون. بگید به ما که کی این نمایشگاه شروع شده و کی تموم میشه و آیا محدود به دو سه روز هست یا تو همین ماه یا ماهای آینده مجدداً راه اندازی میشه؟ از دیروز که 15 است در باغ ایرو در ترشت تهران در مجموعه هنری و سنتی خانمی به اسم حسین مردی که خیلی بزرگواری کردن و فضا در اختیار ما گذاشتن و مهمون دعوت کردن، امروز تمام میشه در باغ ایرو و از 22، 23، 24 انشالله در فرنگسرای اشراق تهران باز خدا بخواد دایر هست. خیلی ممنون از لطف شما. از هدف بگین، هدف برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در تهران هدفتون چی بود از این کار؟ هدف از برگزاری نمایشگاه ما با توجه به این که ما در از صنایع خانگی در منطقه بود، در حوزه های سوزندوزی، گلدوزی، خیاطی، بلوک زنی، ایجاد مغازه فعالیت داریم که مشاغل خانگی ایجاد میکنیم، و هدف ما این بود که این هنر و این محصول از بلوچستان خارج بشه، در سطح ملی شناسایی بشه و ارزش افزوده ایجاد کنه برای هنردوزان، هنرمندان و سوزندوزان منطقه که با ذهنهای خلاق، سوی چشم و هنر در انگشتاشون این هنر رو خلق میکنن. بله ممنون. وضعیت استقبال چطور بود جناب خواص عزیز؟ آیا مردم استقبال میکردن از صنایع دستی بلوچستان؟ خب مردم هم بازدید کننده زیاد داشتیم، گرچه خرید کم بوده اما بازدید کننده زیاد بوده. دلیل نخریدن هم میتونه دو تا عامل باشه، یکی این که سلیقه مردم غیر بلوچ، خب این تولیدات این دوستان نیست، باید ما متناسب با سلیقه مشتری بتونیم کار انجام بدیم. طرح‌ها، ترکیب رنگ‌ها، تنوع رنگ‌ها، چیزایی که بازخوردش که ما گرفتیم خب متناسب با سلایق مشتریان نیست، که حالا با چند تا طرح صحبت کردیم، ارتباط داریم و خدمت شما بگم که انشالله امیدواریم بتونیم متناسب با نیاز مشتری و سلیقه مشتری کار کنیم و کار کنن دوستان در منطقه که ارزش افزوده ایجاد. جناب خواص، از وضعیت هنرمندان در نمایشگاه بگید و اینکه شما در چه مواردی از این هنرمندان حمایت کردید؟ ما تمام کسانی که از منطقه اومدن بلوچ هستن، دختران و زنان بلوچ هستن، ما هم که در تهران خدمت سلامتی در خدمتشون هستیم، فضای اسکان سلامتی براشون هماهنگ کردیم. خدمت شما بگم نمایشگاه در محله‌ای که از سلامتی هست، خب اما عیاغزا و پذیراییشون که تغذیه خودشون هست به عهده خودشون هست. خیلی ممنون از شما که تا به من همراه ما بودید. خداوند یار و یاورت.